And now we have a heartline from Mary in Iran. سلام استاد عزیزم، ای زیباترین قلب در کل عالم گیتی، امیدوارم سلامت و دلشاد باشید. امروز که برنامه چند قسمتی پیشگویی های باستانی در مورد سیاره من را دیدم، به شدت متاثر شدم و نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم. وقتی دیدم یکی از خواهران در تجربهشان استاد را دیدند که در جهنم کارمای انسان های گناهکار را با تکه تکه شدن و مثله شدن و شکنجه شدن به جای آنها تحمل می کنند. کاش لایق این همه فداکاری و عشق استاد بودیم. ولی همچنان ما انسان‌های نادان به گناه‌هایمان ادامه می‌دهیم. هنوز بسیارند که دست از خوردن یا شکنجه این اشخاص حیوان بی‌گناه بر نمی‌دارند. تا کی؟ نمی‌دانم. هر بار که گریه و اشک و آه و فریادهایتان را در کنفرانس‌های شما می‌بینم، تمام دنیا برایم تیر و تار می‌شود. می‌دانم که شما استاد فردای روشن‌تری را می‌بینید که ما قادر به دیدن آن نیستیم و هنوز هم امید دارید تا آخرین نفری را هم که بتوانید از این دنیای پست نجات دهید و می‌دانم که تا آخرین توانتان بر عهد شریفتان که تبدیل دنیا به دنیای وگان و صلح 100% دنیا است تلاش می کنید و برای آن می جنگید. از روح اعظم و تمامی خدایان، موجودات و قدرت‌های نیک عالم هستی تمنا می کنم تمامی قدرت‌هایتان را جمع کنید و به این دنیا فرود آورید و اجازه دهید این قدرت منفی از دنیا محو شود و تمامی روح‌ها پاک شوند و ذره‌ای پلیدی در این دنیا باقی نماند تا مأموریت استادمان انجام شود و به آرامش دست پیدا کنند. استاد، شما سزاوار این نیستید که به خاطر عشق عظیمتان این همه رنج را از جانب ما متحمل شوید. خواهش می‌کنم ما را ببخشید که به شما چنین رنجی دادیم و آزارتان می‌دهیم. ما را ببخشید که با جهل و حماقتمان دردی بی انتها برای شما خلق کردیم. دلم در هر لحظه پیشتان است و دردتان را حس می‌کنم. اجازه دهید جان بی‌بهایم را برای لحظه ای آسودگی شما فدا کنم. شما شایسته این دنیای پست نیستید. این جان بی‌بهای من پیشکش دردهای وجودتان باشد. هرچند بسیار ضعیف و حقیرم، اما عشق بزرگ شما را در قلبم دارم که می‌خواهم با نیروی آن جانم را فدای شما کنم. بنده کوچک و عاشق شما، مهری از ایران. Contemplative Mary, we thank you for your very thoughtful reflections. Master compassionately replies to you, Gentle Mary, know that you are worthy. I still can make it. No need for you to worry and nobly sacrifice. Thank you, though. It is best we be strong to create positive change to end suffering. Pray for World Vegan and spread the good news of the vegan diet. I love you too, and be comforted by the knowledge that this is not our true home, and your inner master lies within. May Allah's eternal greatness shelter and nurture you and the elegant Iranian people always. If anyone eats meat, we should know that he is the big enemy of living beings and is destroying his holy seat. Lankavatara Sutra, Buddhism. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.